بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صحبت در حدیث 12 اصول کافی بود. رسیدیم به این جمله که آقا موسی بن جعفر علیه السلام به هشام می‌فرماید یا هشام ثم ذکر اولی الالباب به احسن ذکر و حلاهم به احسن الحلیه فقال یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب. آقا موسی بن جعفر علیه السلام به هشام می‌فرماید اولی الالباب با بالاترین بیان در قرآن بیان شده و مورد توجه قرار گرفته. اولی الالباب خیلی مقام دارند. ثم ذکر اولی الالباب احسن ذکر، بالاترین بیان در قرآن برای اولی الالباب. حالا اولی الالباب کیا هستند؟ 8 در اینجا آقا موسی بن جعفر علیه السلام راجع به اولی الالباب بیان می‌فرمایند که اولی الالباب کیا هستند، چه شخصیت هایی هستند، چه نشانه هایی دارند و ارزش اولی الالباب چیست. بالاترین شخصیت های انسانیت اولی الالباب هستند که صاحبان عقل هستند. حالا اولی الالباب معناش چیه؟ یعنی یک معنایی که براش ذکر شده یعنی عقل خالص، عقل خالصی دارند. عقل خالص یعنی چی؟ یعنی الخالی عن شوائب الاوهام. بعضی عقلشون خوبه، فکرشون بالاست، اما اوهام هم درش هست، یعنی وهمیات هم توی ذهنشون زیاد میاد. لذا بعضی از اون افراد خوش استعداد که همه میگن خیلی استعدادهای خوبی دارند ولی تصمیم گیری نمیتونن بکنن، یعنی گاهی یک کسی استعدادش بالاست، فهمش بالاست، شما وقتی کنارش میشینی میبینی یه مطلبی که مطرح میشه این چندین احتمال دربارش میده،
عجب آدم خوشفکریه، چندین احتمال که به ذهن من و شما نمی اومد او به ذهنش میاد. ذهن جوالی داره و استعداد قویی داره، ولی وقتی بهش میگیم خب بالاخره این آیه رو چجوری معنا میکنی، میگه 5 تا 6 تا 10 تا احتمال میده، این شاید این باشه، شاید این باشه، شاید این باشه. اما آخرش بهش میگیم پس بالاخره آیه معناش چیه؟ میگه من نمیفهمم، نمیتونم تصمیم گیری بکنم که کدوم معنا درسته. یه موقع یک کسی عقل داره، فهم داره، استعداد داره و این اوهام هم توش نمیاد، یعنی این احتمالات خیلی ضعیفی که هی به عناوین مختلفه هی ممکنه مطرح بشه، اینا تو ذهنش میاد. ذهن صافی داره، فهم صافی داره، خوب مطلب رو میگیره، متوجه میشه، حقایق رو متوجه میشه و تخیلات و توهمات و خیالات و اینا خیلی ذهنش رو درگیر نمی کنه. اولی الالباب اینا هستند، یعنی اونایی که عقل خالصی دارن، عقل کاملی دارن و خیلی این در اون در نمیزنه ذهنشون که نتونن تصمیم گیری بکنن و نتونن بفهمن. هی به خاطر یه احتمالات ضعیف ممکنه بعضیا این حالت رو داشته باشن، یه احتمالات ضعیف میدن بعد آخرش هم نمیتونن تصمیم گیری کنن. مثلا در مورد افرادم همینطوره، میخوان به یکی اعتماد کنن نمیتونن اعتماد کنن، یه تخیلی میاد که نکنه چی باشه، نکنه فلان باشه، میخواد امضا کنه امضا نمیکنه، هی احتمالات، مبادا دروغ باشه، مبادا چی باشه، هی مبادا مباداش خیلی، بعضیا زیاده بعضیا نه، بالاخره میگه ظاهرش آدم خوبی است و انشالله که خوبه. و اعتماد به خدا هم همینطوره، حالا خدا که دیگه اعتمادش دیگه تزلزلی نداره که اینطور باشه. خب همین اولی الالباب یعنی عقل خالص، عقل کامل. این کسانی که عقل کامل دارند و عقل خالصی دارند، اینها خداوند بهترین ثنا و توصیف رو برای اینها بیان فرموده. سعی کنید اولی الالباب بشید. اولی الالباب رو حالا باید ببینیم چه صفاتی رو داشته باشیم میتونیم بشیم جز اولی الالباب. حالا خود اولی الالباب درجاتی داره، مراتبی داره، مرتبه اول، مرتبه دوم، مرتبه سوم، ممکنه 10 تا مرتبه داشته باشه که ما بتونیم این مراتب اولی الالباب رو طی کنیم. هرچی سعی کنید به عقلتون عمل کنید و در هر کاری فکر کنید با فکر انجام بدید، با تأمل انجام بدیم هر عملی رو و به نتایجش، به ثمراتش، به فوایدش، به مضراتش توجه کنیم، این کار من چه ضررهایی داره، چه منافعی داره، چه جوریه، بعد قدم برداریم، هر قدمی که میخواییم برداریم روی یک حسابی باشه، کتابی باشه که ما بتونیم جزو اولی الالباب قرار بگیریم. اون چی که مسلمه اجمالش اینه که در قرآن در آیات متعدده اولی الالباب مورد توجه قرار گرفته و مورد عنایت ویژه خداونده. خب این و حلاهم به احسن الهلیه، امام هفتم، امام کاظم، آقا موسی بن جعفر علیه السلام می فرماید اولی الالباب بهتر
بهترین لباس زینتی رو تن خودشون کردن. آدم عاقل بهترین لباس تنشه. ما گاهی میخوایم یه لباسی تن بکنیم که عمامه‌مون قشنگ باشه، عبامون قشنگ باشه، لباسمون قشنگ باشه. خیلی هم خوبه که انسان لباسش زینتی باشه، خیلی عالی باشه، سنگین عالی. اما مهمتر از این لباس ظاهری عقل انسانه. شما توی مجلس که میشینید، نشستتون، برخواستتون، صحبتتون، حرفاتون کاشف از عقل شماست. یعنی عقل شما رو با همین حرکاتتون میشه تشخیص داد. یه کسی میگه این پیداست که عقل درستی نداره، هی اینجا میشینه، اونجا میشینه، هی جاشو عوض میکنه، هی یه کارایی میکنه. از حرکاتش یه مرتبه شما میفهمی که این مثل که اون عقلی که باید و شاید نداره. اولوالالباب خیلی ارزش دارن. ما باید سعی کنیم تو جامعه به همون بگن آقا شما اولوالالبابی. راه رفتن تو خیابون به انسان درس میده، چشمات به انسان درس میده، این دست پات به انسان درس میده، همه چیز برای ما درسه، صحبت که میکنی برای ما درسه. اولوالالباب اینه، همه کارش روی منطقه، روی حساب، کتابه. یه جمله میخواد بگه، یه جمله میگه که همه از اون جمله استفاده کنن. خب و حلاهم به احسن الهدیه، بالاترین لباس و بالاترین زینت برای یک انسان چیست؟ پول؟ نه. مقام؟ نه. لباس خوبه؟ نه. بالاترین زینت برای انسان عقل بالاییش. اگر انسان عقل خوبی داشته باشه، این بالاترین زینتی است که یک انسانی داره. خب این یکی از خصوصیات اولوالالباب چیه؟ حالا ببینیم، فهمیدیم اولوالالباب خیلی خوبه، مقام بالاییه. حالا ما میخواییم انشالله، من و شما برادرای عزیز، میخواییم قدم ورداریم بشیم جزو اولوالالباب انشالله. خدا به همون توفیق بده. فکر نکنید همش هم خدا دادیه، نه، یه مقدارش هم اکتسابیه. یعنی ما میتونیم خودمون تصمیم بگیریم از این لحظه جزء اولوالالباب بشیم. همش اینطور نیست خدا به فلانی عقل داده به من نداده، نه، اینو نگید، نه، اینطور نیست. خدا به همه عقل داده، منتها ما باید از این عقلمون استفاده کنیم تا بشیم اولوالالباب. یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤتی الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولوالالباب. یکی از خصائص اولوالالباب چیه؟ اینه که حکمت دارد، حکیم است و خیر کثیر. بله، حکمت و من یؤتی الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. حکمت خیلی مهمه، انسان حکمت رو. حالا حکمت چیه؟ فقط اوتی خیرن کثیرا، این حکمت چیه؟ من میخوام حکمت داشته باشم، چگونه میتونم حکمت داشته باشم؟ راهش چیه؟ به ما یاد بدید که راه حکمت داشتن چیه.
راه حکمت داشتن این است که اولا توجه دارید اگه حکمت داشته باشید خیر کثیر دارید و ثانیاً جز اولوالالبابید اگه حکمت داشته باشید. خب حکمت چیه؟ حکمت آن است که اون چه میدانید عمل کنید. این میشه حکیم. ببینید خداوند متعال میفرماید حکمت. حکمت چیه؟ حکمت این که اون چه میدانید عمل کنید. شما الان نگاه کنید یه طبیب میری پلوش میشینی، دکتره داره سیگار میکشه، بعدم میگه سیگار نکش، این حکیمه؟ این واقعا حکیم هست یا نیست؟ معتاده، خودش معتاده. به مردم میگه اعتیاد نداشته باشید. مثل من آخون میمونه که غیبت میکنم به دیگران میگم غیبت نکن، تهمت میزنم به دیگران میگم تهمت نزن، دروغ میگم به دیگران میگم دروغ نگو. این مثل همون دکتری میمونه که تریاک میکشه به دیگران میگه تریاک نکشید، سیگار میکشه به دیگران میگه سیگار نکشید. اون کسی که میداند ولی عمل نمی کند این حکیم نیست. حکمت عملی و حکمت نظری تو امان، یعنی اون چه که شما به عقلتون میرسه به فکرتون میرسه کار خوبیه عمل کنید. آیت الله بهجت رحمت الله علیه وقتی خدمتشون رسیدن که ما چه بکنیم چه توصیه‌ای دارید، فرمود هیچ توصیه‌ای ندارم، فقط یه جمله، اون چه میدونید عمل کنید. اگر انسان اون چی که به عقلش میرسه، اون چی که به فهمش میرسه، اون چی که حالا از ناحیه خدا پیغمبر یا عقل بهش بیان شده یا دستور داده شده یا هرچی عقلش حکم میکنه و با عقلش خدا رو قبول کرده، پیغمبر رو قبول کرده، امام رو قبول کرده، این قول امام هم قبول میکنه، اگر اون چی که میفهمه عمل بکنه این حکیمه. حالا هر کسی به مقدار خودش، یک کسی عوامه خب اطلاعاتش محدوده، همون مقدار که بلد شده خوب انجام میده باریکلا. شما مجتهدی ملایی باسوادی بیشتر میفهمی، وظیفت چیه؟ سنگین تره، باید بهتر عمل کنی. پس عمل شما باید برابری بکنه با علمت. میدانم که این کار بده ولی گوش نمیده، عمل نمی کنم. خب شما حکیم نیستی، اولوالالباب نیستی. اولوالالباب و حکیم کسی است که عملش هماهنگ با علمش باشه. مقداری که شما عالمی همونو درست عمل کن، میدونی این کار خلاف نکن، میدونی مصلحت انجام بده. حکمت رو اینطور معنا کردن، علم و عمل تو امان، یعنی آگاهی نافذ در عمل. آگاهی نافذ در عمل یعنی چی؟ یعنی شما یه موقع یه چیز رو میخوای بری پشت بلنگو بخونی حفظ میکنی، ای ده بار میخونی حفظ بشی که چی کار کنی؟ که بیایی پیاده کنی برای مردم بخونی. اما این حفظ شما و علم شما نافذ در عمل شما نیست که عمل شما رو طبق این تنظیم بکنه.
اگر شما یه علمی پیدا کردید که اون علم باعث شد که تأثیر گذار در عمل شد، یعنی به طور اتوماتیک عمل شما رو تحت تأثیر قرار داد. من وقتی که میرم توی اینترنت نگاه میکنم میبینم که فلان غذا برای قند بده، من قند دارم، فلان غذا برای قند بده، این تأثیر گذار یه موقع هست یه موقع تأثیر گذار نیست. یعنی من دیگه بعد از این اون غذایی که برای قند بده نمیخورم. این میگه علم نافذ در عمل، یعنی این علم باعث شد که نفوذ کرد و عمل منو تنظیم کرد. اگر علم عمل شما رو تنظیم بکنه و تأثیر گذار باشه، بتونید طبق اون علمتون عمل کنید، خب این مضر نمیخورم، این نافعه میخورم، این کار به نفعم انجام میدم، این کار به ضررم انجام نمیدم. اگر این علم شما این تأثیر رو داشت، شما حکمت دارید، اولو الالبابید. اما اگر این تأثیر نداشت، خیلی میدونم، خیلی مطلب بلدم، یک دنیا حافظه دارم، من آیه بلدم، روایت بلدم، اینقدر اشعار بلدم، چیزهای زیادی بلدم، اما هیچ کدومشو عمل نمی کنم. علم داره ولی عمل نداره. این حکیم نیست، این اولو الالباب نیست. اون علمی که نفوذ پیدا میکنه و شما رو وادار میکنه که این کار رو انجام بده، اونو میگن علم. لذا برای علم یه مراتبی درست کردن، علم الیقین، حق الیقین، اینها بصیرت، اینا مال چیه؟ مال این است که این علم اگر به یه درجه بالایی برسه، تأثیرش در عمل انسان زیاده. ما میگیم خدا رو قبول داریم، هممونم میگیم خدا رو قبول داریم، انشاءالله هم که راست میگیم. اما اگه واقعا خدا رو قبول داریم، بهشت رو قبول داریم، جهنم رو قبول داریم، عذاب قبر رو قبول داریم، واقعا اینا رو قبول داریم، یه خورده باید حواسمون جمع باشه نسبت به اعمالمون. میگیم قبول داریم ولی شوخی داریم میکنیم. اون علم الیقینی که باید داشته باشیم نداریم، چون اگر اون علم الیقین برای ما حاصل بشه، به طور اتوماتیک ما خوب میشیم. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رو یک کسی خواست دربارش تعریف بکنه، یکی از بزرگان گفت خدا رو قبول داشت. یعنی خیلی مهمه که شما خدا رو قبول داشته باشی. ما هممون میگیم خدا، اما اون که واقعا تأثیر گذار باشی، یعنی وقتی میگی خدا به لوازمشم ملتزم باشی. خدایی هست، پیغمبری هست، امامی هست، بهشتی هست، جهنمی هست، حساب و کتابی هست، عمل ما حساب میشه روش، عمل زشت ما جزای سختی داره و عمل خوب ما جزای خوبی داره. اینا رو اگر واقعا قبول داریم تأثیر گذار میشه. اگه تأثیر گذار شد میشه حکمت، تأثیر گذار نشد میشه لغلغه زبان. لغلغه زبان خیلی فراوونه و ما هر روز داریم بالای منبر به مردم نصیحت میکنیم، ولی متاسفانه خودمون گناه میکنیم، گناهان زیادی رو مرتکب میشیم، نعوذ بالله. خب این حکمت پیدا نکردیم، حرف میزنیم. من میخوام امرم بگذره، یه سخنرانی یه ساعته ای بکنم، مردم رو دور خودم جمع کنم، الفاظی رو میگم خیلی مرتب و مسجع و مقفا که مجلسم بگیره. خب اینا حرفه. اگر واقعا در عمل شما هم تأثیر گذار بود میشه حکمت، شما میشی اولو الالباب. اگه تأثیر گذار نبود دیگه شما حکمت نداری. فقط خب این حکمتیست که ما خداوند متعال میفرماد حکمت،
یکی از خصوصیات حکمت این است که از ناحیه خدا این حکمت میاد و من یعتل حکمه، یعنی خدا بالاخره این عقل رو به شما داده، یه کسی نداره این عقل رو، متاسفانه بعضی ها این عقل رو ندارن، بعضی ها دارن، منتها بعضی ها دارن ولی بازم عمل نمی کنن، ولی عقلشو داره، میفهمه داره خطا میکنه ولی میکنه، حالا رو حساب شهوتشه، رو حساب غضبشه، رو هوای نفسانیشه، ولی عقلشو داره. خدا به هر کسی این حکمت و این عقل رو داده و من یعتل حکمه فقط اوتی خیرن کسی را، بالاترین خیر کسی رو خداوند به او داده و ما یذکر الا اول الالباب. این یذکر یعنی چی؟ یذکر یعنی چی؟ یعنی میفهمید ولی عمل نمی کنید. ما دو قسم مردم داریم تو جامعه، میفهمن عمل میکنن، بعضیا میفهمن ولی عمل نمیکنن. اولی الالباب کیا هستند؟ اونایی که میفهمن و عمل هم میکنن. و ما تذکر یعنی چی؟ یعنی شما یه چیزی رو من به شما تذکر میدم، یعنی چی؟ یعنی شما خودت میدونستی، ممکنه فراموش کردی، من تذکر میدم. اصلا قرآن چیه؟ و ما هو الا ذکر، و ما هی یا هو ذکر للعالمین. خود قرآن تذکره، تقوا داشته باشید، گناه نکنید، اینا همش تذکراته. تذکرات برای این که حواستو جمع کن، خلاف نکن. این خلاف نکن رو خودتونم میفهمین. من هی یه موقع دیدم تو دیوار نوشته تقوا داشته باشید امام خمینی، خب بابا خدا فرموده واتقوا الله، تقوا داشته باشید که حرف خداست، امام هم همون حرف خدا رو بیان کرده. خب منتها اینا چیه؟ تذکره. ما هم خودمون میدونیم باید تقوا داشته باشیم، خدا هم میفرماید تقوا داشته باشید، امام هم میفرماید تقوا. یعنی بعضی ها ممکنه انقدر انقلابی بشن که حرف خدا رو گوش نمیدن، حرف امام لااقل گوش بدید، امام فرموده تقوا داشته باشید. خب این یا برای چیه؟ برای اینکه این تقوا داشته باشید از زبان داخل در چی بشه؟ قلب بشه. حالا به هر طریقی میتونید این رو داخل در قلب بکنید. اگه داخل در قلب کردید حکمت حاصل میشه. اگر لغلغه زبان شد صد بار هی ذکر بگو ولی گناه هم میکنیم، این فایده این حکمت نیست. هی بگو ولی ذکر تذکره، ولی لفظش رو میگی ولی گناهش هم میکنه. متاسفانه الان جامعه ما یه مقدار آلوده شده به این جهت، یعنی میگن حالا جمع بین دنیا و آخرت، خوشگذرونی ها رو داشته باشیم، حالا یه نمازی هم میخونیم، یه مثلا دعایی هم گاهی میخونیم، ولی اون کیفا هم در کنارش باشه، هر دوش باشه. حالا در هر صورت حکمت و من یعتل حکمه فقط اوتی خیرن کسی را، این و من یعتل حکمه، این حکمت چیه که این جزوه اولوالالباب میشه؟ روایت دارد که امام صادق علیه السلام میفرماد این الحکمتو تحقیق العلم و اتقان العمل، یعنی علم رو 100% کنید
آدم خیلی چیزا رو میدونه اما 100% نمیدونه. اینو 100%ش کنید، سند روایت رو ببینید، دلالتش رو ببینید، آیه قرآن رو ببینید، اعتقادتون رو محکم بکنید. وقتی خوب فهمیدید، یقین پیدا کردید، بعد بیایید چیکار کنید؟ عمل کنید. اگر عمل کردید همراه با اتقان علم، یعنی علم رو به مرحله بالاش برسونید. ما الان خیلی چیزا رو شما بلدید اما خیلی روش خورد نشدید. این چه آیه ایه، چه روایتیه، چه سندی داره، آیا واقعا درسته، درست نیست. کاملا وقتی متقن شد دیگه بگید خدایا من هر چیزی که برام متقن شد 100% عمل میکنم. عمل بکنید، این میشه حکمت. که امام علیه السلام میفرماید انها طاعت الله و معرفت الامام، هم شناخت که علم، هم اطاعت که چیه؟ عمله. یا در روایت دیگر دارد انها معرفت الامام و اجتناب کبائر. یعنی شما اول علم پیدا کن، معرفت پیدا کن، بعد اجتناب کن از کبائر التي اوجب الله عليها النار. روایت دیگر می‌فرماید انها المعرفه والفقه في الدين فمن فقه منكم فهو حكيم رأس الحكمه مخافه الله. بالاترین حکمت اینه که از خدا انسان بترسه و از شخص دیگری نترسه. خب پس بنابراین یکی از چیزهایی که آقا موسی بن جعفر علیه السلام به هشام تذکر میدن اینه که دنبال حکمت باش، سعی کن جزء اولی الالباب باشی و جزء کسانی باشی که اولی الالباب برش صدق میکنه و حکمت و حکیم برش صدق میکنه. آیه دوم رو هشام از آقا موسی بن جعفر یاد میگیره. آیه دوم چیه؟ و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کلون من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. اولو الالباب آیه قبلش اینه هو الذی انزل علیک الکتاب، خداوند قرآن رو بر پیغمبر نازل فرمود. منه آیات محکمات، در قرآن آیات محکم داریم که معناش خیلی روشن و واضحه. هن ام الکتاب، اساس قرآن بر آیات محکماته. آیات محکمات در قرآن زیاده و هن ام الکتاب و اخر و متشابهات. یه تعدادی آیات متشابه هم در قرآن داریم. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْقٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهُ. میخوای بفهمی حکیم کیه؟ کی حکمت داره؟ اون کسی حکمت داره که دنبال متشابهات نمیره، دنبال محکمات میره. بعضی ها میخوان یه خلاف رو انجام بدن ولی برای توجیه خلافشون دنبال یه مستندی میگردن. میخواد یه کاری خلافی رو بکنه، میخواد توجیه بکنه، چون معمولا آخوندام توجیهگر قابلی هستن، توجیه میکنن کارهاشون و هر کاری خلافی هم بخوان انجام بدن یه جوری توجیهش میکنن که برای من واجب بود که این تهمت رو بزنم، این غیبت رو بکنم، این دروغ رو بگم، یه خلاصه کلاه شرعی براش درست میکنه. علائم حکیم چیه؟ یکی از علامتهای حکیم اینه که
متشابهات قرآن رو دستاویز قرار میده برای اعمال خودش. یعنی میخواد یک کاری رو انجام بده، میخواد یک کار رو انجام بده، حالا چه آیهی باشه چه نباشه، اما بهش میگن آقا چرا این کاری کردی؟ میگم مگه اون آیه رو ندیدی که در قرآن دارد؟ یه آیه متشابهی رو پیدا میکنه، اون آیه متشابه رو میخونه و تأویل میکنه به عمل زشت خودش، عمل خلاف خودش رو به این وسیله میاد توجیه میکنه. خب فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اونهایی که در قلوبشون انحراف هست، انحراف فکری دارن، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، میرن دنبال متشابهات، متشابهات رو میگیرن، میگن چند تا احتمال داره، یکیش شاید این باشه، یکیش یه چیزی رو به نحو خودشون تثبیت میکنن. فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه، میخوان فتنه درست کنن توی جامعه، میخوان فتنه ایجاد بکنن، میان از آیات متشابه استفاده میکنن و ابتغاء تأویل، تفسیر به رأی میکنن آیات قرآن رو و طبق نظر خودشون آیات رو میان معنا میکنن که منافع خاص خودشون رو ببرن. ولی والراسخون فی العلم یقولون آمنا به، راسخون فی العلم کیان؟ رسول خدا، ائمه علیهم السلام. روایات زیادی داریم که راسخون فی العلم رو پیغمبر و ائمه معرفی میکنه. ولی والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، میان به همه آیات ایمان دارند، هم به محکمات هم به متشابهات. اینطور نیست که متشابهات رو به نفع خودشون تمام بکنند. کلون من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب، اولو الالباب هستند که میفهمند و متوجه میشوند. خب ما انشاءالله خداوند ما رو جزو اولی الالباب قرار بده که اون چه میدانیم عمل کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.